أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. به نام خداوند بزرگ و بی‌حد مهربان، وقت همتان بخیر. امیدوارم هر کجا که هستین صحتمند و خوب و خوش باشین. هر چند فکر میکنم که خوشی از ما گرفته شده، به خاطر از اینکه هر روز ما با یک انفجار، با یک انتحار و از دست دادن ده‌ها جوان ما می‌گذره و وضع امنیتی بی‌حد خراب هست و هر روز شاهد از این هستیم که عزیزای ما را از دست بدیم. و اینجا ما دوباره اومدیم به سر قبر آقای یما سیاوش که نزدیک دو ماه پیش در یک عملی انتحاری جان خود از دست. هنوز هم قاتلینش دستگیر نشده. بعد از یما سیاوش 7 یا 8 خبرنگار دیگه ما هم جان خود از دست دادن که آخرینش آقای بسم الله عادل ایماق مسئول رادیوی صدای غور بود که متاسفانه دیروز توسط افراد ناشناس سرور میشه و مثل از این چندین جوان دیگه ما هم در راه آزادی بیان جان خود از دست دادن. هدف ما از ساختن برنامه گرفتن سابسکرایب و همچنان ویو نیست. ما میخوایم صدای باشیم برای ملت. مثل یما سیاوش چندین خبرنگار دیگر همچنان در این اواخر از دست داده، مثل الیاس دایی، فردین امینی، بانو ملاله میوند و امثالشان. امیدوار هستم که آخرین رویدادهایی باشه که در افغانستان رخ میده و هر روز ما شاهد از دست دادن جوانای ما و هر روز با صدای انفجار بیدار نشیم. Thank you.
خب تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین و ناجو میدیا را برای دیدن انتخاب کردین. میخواستم درباره ضرب الحجر که خانواده یما سیاوش بر دولت تعیین کرده بودن بگویم که مرحله اول نتیجه نداد و حالا در مرحله دوم هستن، یعنی از افغانستان گذشته بین المللی شده این موضوع، و اگر مرحله دوم نتیجه نداد پلان ریزی به مرحله سوم هم شده. امیدوارم که نتیجه را هر چه زودتر برای همگی همگانی بکنن. ما دوباره برمیگردم در یک ویدیوی دیگر. تا آن دم شما را به خداوند یکتا مسپارم. اوقات لحظات خوش داشته باشین. امیدوار هستم که افغانستان هم بتونه به صلح دست یابه و تمام مردمش در فضای صلح و صمیمیت زندگی بکنن. تا برنامه بعد همگی را به خداوند مسپارم. خدا نگهدار.